mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, n'est possible si tu le veux.
که در این لحظه در سراسر ایران و در نقاط مختلف گیتی شاهد مراسم 2500مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران هستند، به نام شاهنشاه ایران، به تاریخ پر افتخار ایران و به ملت بزرگ و جاودانی ایران درود می فرستم. یک روزنامه نگار نامدار گفتگو میگم. دکتر سیاوش هستم، سلام بر شما. درود بر شما. حال شما خوبه؟ خوبم باشید آقای میبودی. تشکر می کنم. خوشحالم سر شما. دکتر عباسی سلام عرض میکنم. درود بر شما آقای میبودی. حال شما خوبه؟ سپاسگزارم، خسته نباشید. دکتر حسن عباسی در پاریس. دکتر عباسی عزیز سلام بر شما. درود بر شما مهربانجان آقای میبودی عزیز. دکتر عباسی شما در انگلستان بودید و تظاهرات بزرگی در لندن برگزار شد که شماری زیادی از هموطنان ما در شرکت کردن. همین سراپا گوشیم که گزارش شما رو در این زمینه بشنویم.
واقعا جناب میبودی مهمان یار نازنین، تظاهراتی که دیروز برگزار شد در لندن یاد هجده تیر، من فکر میکنم که یک تظاهرات بسیار تاریخی بود که برگ نوینی رو در تاریخ مبارزات ما علیه نظام اسلامی و عدالت فقید گشود. به خاطر اینکه جناب میبودی برای نخستین بار واقعا در این تظاهرات احزاب و گروه های مختلف و بسیاری با اندیشه و تفکرات بسیاری شرکت کردند و این واقعا برای نخستین بار قابل تحسین و ستایش بود که ما مثلا من اسم چند تا از این احزاب و دست چاد رو بگم، حزب کمونیست کارگری رو در کنار جبهه اتحاد ملی می دیدیم، حزب ایران فردا، حزب ایران پاک، هواداران پادشاهی، حزب مشروطه، این راه ملی و چپ برای نخستین بار جناب آقای میبودی و شخصیت های میهنی، هنرمندان، نویسندگان عزیزی به دوست بسیار عزیزمون ونوچهر وسوق، آقای رضا سرکوب، آقای جمشید رضایی، مثل تیمتار خسروانی و نویسندگان بسیاری که الان نمیتونم اسم همه رو بیارم، برای نخستین بار و بعد دوستانی واقعا از پاریس اومده بودن، نویسنده عزیزمون نوشنگ ماینزاده، آقای دهلوی، و برای نخستین بار یک تظاهرات بود آقای میبودی که تمام نمایندگان تفکراتی که واقعا در میان ایران و ایرانیان موجود هست در این تظاهرات شرکت کرده بودن و هر کسی هم تصویر و شعاری که آورده بود واقعا در راستای این مبارزات خودمون بود و برای نخستین بار شما تصویر مصدق رو می‌دیدید برای دست مردم و تصویر منصور حکمت رو و محمد رضا شاه و شهبانو فرح رو، یعنی هر کسی تصویری هم و پرچم ایران به دست همه بود، صدها پرچم رو برافراشته بودن با شیر و خورشید. و جناب میبودی برای این نخستین بار منم واقعا چون دیدم این نخستین تظاهراتی است که داره برگزار میشه با حضور طیفا و گروه ها و جریانات مختلفی، دعوت رو پذیرفتم از پاریس برای سخنرانی به این تظاهرات اومدم. برای این نخستین بار آقای میبودی یک اتفاق چاله دیگه افتاد در لندن، چون میدونید تظاهرات مشخصا درست در برابر سفارت جمهوری اسلامی در کنزینگتون برگزار میشد و این برای نخستین بار بود که سفارت جمهوری اسلامی، کشوری که مدعی است دنیا قبولش داره به جز ملت ایران، یعنی 95% ملت ایران این نظام رو قبول نداره، ولی تمام کشورهای دنیا اونو به رسمیت شناختن، این امریکت نیست به اصطلاح خودش، این سفارت خونه داره، برای نخستین بار اینها تا این حد خودشون رو پایین آوردن و زبون نشون دادن و اینها بلندگوها رو در سفارت در توی خیابون کارسازی کرده بودن که پیش از اینکه هنگامی که من میخواستم سخنرانی شروع کنم اینا این بلندگوها رو شروع کردن به دادن شعارهای ابتدا و بعدم روضه های امام حسین اینا رو ازش پخش کردن، شعار میدادن که مثلا مجاهد برو گم شو و اینا مجاهد هستن، اینا چه هستن و یا او فریاد میدادن که از آن سونید مردم پاسخ میگفتن که مثلا ریشو برو و بدین سان، یعنی برای نخستین بار آقای میبودی سفارت جمهوری اسلامی رسما وارد عمل شد و تقریبا یه ساعت خورده ای با دادن این شعار از اون بلندگوی خودشون که کارسازی کرده بودن در میخواستن اخلال به وجود بیارن در این تظاهرات بسیار با شکوه که برگزار شده بود، نویسندگان بسیاری که حضور داشتن در کنارشون ما دیدیم که جناب میبودی نمایندگان رسانه های خارجی، حتی تلویزیون، یک تلویزیون از فرانسه اومده بود، TFN مشهور تلویزیون فرانسه اونجا حضور داشت، رسانه های دیگر ایرانی و غیر ایرانی حضور داشتن و برای اونها این مسئله بسیار جالب بود که چطور میشین برای که میخوان ممانعت کنن از انجام سخنرانی سیاوش اوستا و این تظاهرات رو میخوان منحرف بکنن، از سفارت شروع کردن به شعار دادن و پخش یک سری مسائلی که واقعا موجب شرمندگی خودتون در تاریخ شد و خواهد شد و این برای نخستین بار ترس اینا رو نشون میداد از این همایشی که واقعا نمیبودی همه گروه ها برای یک روز جمع شده بودن و یاد زندانیان سیاسی، یاد کسانی که جنبش رو این جنبش رو پایه‌گذاری کردن، جنبش دانشجویان و مهندس حشمت طبرزدی عزیزمون که در زندان است، محمدی های عزیز، باطوی های عزیز و دیگران، و به ویژه در چند روز پس از این که هاشم آقاجری رو استاد دانشگاه این عنصر فرهیخته که هم خودش در جنگ شرکت کرده، معلول جنگی است، اینکه من دیروز اونجا در سخنرانی ایراد کردم گفتم اینجا تاکید میکنم که تمام قربانیان کنونی نظام اسلامی آقای علی رضا میبودی عزیز و نازنین، اینها تمام کسانی هستند که سالها به این نظام اسلامی خدمت کردن، در راهش خون دادن، شهید شدن. هاشم آقاجری یه پاش از دست داده، برادر 18 سالش در جنگ از دست داده و امروز به اتهام
الحاد و کفر مثل حلاج، همونطور که خود نازنین گفت دارن محاکمش میکنن. بچه های محمدی در زندان دارن درد و عذاب دارن، از بیماری هایی که دارن، تبرزدی کشش داره، نابینا میشه، قلبش گرفته، خانواده ها اینها همه بی سرپرست هستن. اینا همه کسانی هستن جناب میبودی که ما اگر دیروز در لندن جمع شدیم، در پاریس، در شما، در امریکا، در سراسر دنیا جمع شدیم، برای این بود که این بچه ها، این جوانان، این نازنین ها، این استادان بزرگ بدونن که ملت ایران با این هاست. و خوشبختانه این زبونی که نظام اسلامی نشون داد و دیروز از سفارت شروع کرد با بلندگاش به پخش شعار علیه تظاهر کنندگان، نمایانگر قدرت و رشادت فکری ملت ایران هست. اینها در برابر این تفکرات و اندیشه های اوستایی، آریایی، ایرانی، میهنی که ملت ایران امروز به اونها رو آورده، خب خودشون رو ضعیف و ناتوان میبینن. تشکر میکنم آقای سیاوش اوستای عزیز. از موقعی که میگم این حسن عباسی اسمش، منم دیگه دلم نمیاد. جناب میگم من یه نکته هم از این حضورتون عرض بکنم در رابطه با این حسن عباسی جمهوری اسلامی. سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهان، تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ قارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران، از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. من تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنه؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن؟ دوست نداری برات نماز بخونن؟ دیگه نماز نخونن، شادی کنن، آهنگ شاد پر. من تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن؟ دوست نداری برات نماز بخونن؟ دیگه نماز نخونن، شادی کنن، آهنگ شاد پر. عقد آریایی که همان پیوند خویشاوندی به سبک آریایی اثر استاد سیاوش اوستا می باشد، طی 30 سالی که از این ابتکار زیبا و تاریخی و پر افتخار می گذرد، صدها هزار ایرانی و غیر ایرانی از این شیفه سرافرازانه استفاده کرده و می کنند و شخص استاد سیاوش اوستا با سفر به هر گوشه جهان و با حضور شخصیت های برجسته‌ای چون شهبانو فرح پهلوی، افتخار ایران آریایی، شاپور غلام رضا پهلوی و پرنسس منیژه و یا پادشاه موناکو پرنس آلبرت و نیز آقای روجر مور، هنرپیشه مشهور جهانی، صدها عقد آریایی انجام داده است و این شیوه توسط ده ها محضر در داخل میهن دنبال شدند. سیروس، یه چیزی بهت میگم، میدونم ممکنه برای غیر قابل تحمل باشه. منظوره چیه دایی جان؟ قبل دامادیت باید کلاس کار رعایت کنی. کدوم کلاس؟ منظورم مراسم عقداریاییه. میدونم که بچه پایینی، ولی خانواده یه عروس از این سوس کلاس هم میبینیشون؟ نمیخوام بابا، عقداریایی دیگه چه سر؟ به نام نامی یزدان پذیرا میشوم مهر تو را از جان، تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان، این همه خوبان. اونجا را برا آریایی باش. ما آریاییان جمع شدیم تا پیوند این دو نوگل همایونی را با نام و یاد اشکبوس سوم جشن بگیریم. باشد پیوندشان را از پایه‌های تخت جمشید محکم‌تر گردانند. با درود فراوان و مهر بسیار به شما مهربان یاران، به خوشنودی اهورامزدا. این کاری که ما انجام میدیم مهربان یاران غیر سیاسی و غیر دینی است. یک
شیوه و سنت دیرین و کهن آریایی عربستان. از میان این همه خوبان، از میان این همه خوبان، دوستی، نیکی و پاکی، همبستگی و پیوند، تمامیت یاور و پشتیبان وی باشید. در شادی‌ها، غم‌ها، دارایی، ناداری، تندرستی و بیماری، چون گوهر یگانه. این رویا سر بر آستان مهر یکدیگر می‌نهند با دل خوش و دانش به اینکه زندگی جایگاه نبردی است چه فراز و نشیب. به نام خداوند مهر، درود به مهر، مهر تابنده و پرفروغ که از پرتو درخشانش جانها آرامش می‌یابد و روانها شاد می‌شود، و درود به دوست داشتن که سرچشمه همه زیبایی‌های جهان است. درود به زناشویی که کانون مهر و پیوند است، و درود به آغوش گرم خانواده که زن و مرد آرامش و آلایش و والایی خیش را در آن می‌یابند، فرزندان برومند و آزاد پرورش می دهند و هستی را شکوه و جان می بخشند. امروز این دو سر بر آستان مهر یکدیگر می یابند و با دلی پاک و روشن و با آگاهی و شناخت از هم و دانش به این که زندگی جایگاه نبردی است که فراز و نشیب، پستی و بلندی، شادی و اندوه، داری و نداری، خشم و خنده فراوان دارد، و این دو تا پایان راه پرمهر چون روزهای نخستین زندگی همبسته و استواری را خواهند داشت. و این گونه است که سر بریم دفترهای نفیس پیوند زناشویی به سر مهربان یاران، آیا معنی خطبه عقد و ازدواج که به زبان عربی خوانده می شود؟ برای جاودان نمودن جشن‌های عروسی خود و فرزندانتان از اسناد بسیار زیبا و نفیس و شیوای پیمان نامه پیوند زناشویی به سبک آریایی، اثر سیاوش اوستا به زبان‌های پارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی بهره ببرید. و هر کجای جهان که هستید برای انجام مراسم از استاد سیاوش اوستا در دارایی و نداری، تندرستی و بیماری، شکست و پیروزی، ناکامی و کامیابی، یار و داور و هم و همراه و همزمان و هم آقا پیوند زناشویی به سبک آریایی، پاسداشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران. انتخاب کردیم این بود که همیشه لباس ایرانی خوشنوار پوشیدیم و خطبه عربی خونده شده، ولی امروز ما گفتیم لباس عربی بپوشیم، خطبه آریایی خونده شد. تو را من برگزیدم از میان خوم خوبا، بابا خوب شد، خانم خوشگل شب امشب عروسی داره، تو قلب شازده دوماد قصر بلوری داره، دوماد شکاری کردی، عجب شکاری کردی، به این عروس نازه چه افتخاری کردی، دوماد باری کلا داری، عروس ای بلا داری، عروس توی دل دوماد جای بالا بالا داری، دوماد حق را دستش کن، گلو بند گردنش کن، دوماد عاشقونه امشب بگو سو و قبش کن. خانم هاشون برای این عروسی داماد بسیار سپاسگزارم از مهرتون، بدرود و خدا نگهدار مهربان یاران. بزنم با باباتون، میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون. بابا میخوام بیام خواستگاری ندونم، نگو نمیشه، این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه. خوشگل خانوم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانوم، میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون. بابا میخوام بیام خواستگاری ندونم، نگو نمیشه، این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه. ممنوعیت عقد آریایی یک سخن بیهوده و بی اساس و نادرست می باشد.
زیرا بر اساس ماده قانونی 1062 جمهوری اسلامی و فتوای اکثر فقهای مسلمان انجام عقد امری شخصی است که فقط و فقط توسط شخص عروس و داماد انتخاب می شود و این دو می توانند هر کسی را نماینده و وکیل خود قرار دهند. به این سند بسیار مهم توجه کنید که از شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره انجام عقد آریایی پرسش شده است و او مشخصاً این کار را درست و تابع قانون و مقررات دانسته است. آمدم که سر نهست عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نشکنم شکر برم، برای اینکه من پاک دامنی خودم رو ثابت بکنم، من حاضرم که از
تونل و یا راهرو به آتش عبور کنم. اگر من به تندرستی تونستم از این آتش و تونل آتش عبور کنم که تو میدونی که من پارتمنم، اگر من نتونستم خب من این را طرف میشم میمیرم. بعد میگه سری پرز شرم و تباهیست مرا. سیاوش میگه اگر بیگناهم رهاییست مرا میارد. اگر من بیگناه باشم که رهایی پیدا میکنم و میتونم نجات پیدا بکنم. سیاوش پهلوان بدان سان بتاخت، گفتی که اسبش و آتش بساخت. من فردوسی بزرگ چه زیبا میگه اسبشم اسب سیاوشم با آتشی ساخت. ز آتش برون آمدم آزاد مرد، لبم پر ز خنده درخ همچون برد. میره و همیشه سیاوش از سیاه خودش میتازه و میره از آتش عبور میکنه به تندرستی از اون ور میاد بیرون. چو بخشایش پاک یزدان بود و باران لشکر میگه فواد دم آتش و باد یکسان بود. فردوسی بزرگ میگه که اگر خداوند بخشاینده و مهربان یزدان باشه دیگه آتش هم با باد یکی میشه برای سیاوش. و از اونجاست که میره بادر سواران لشکر برانگیختن، همه دشت پیشش درم ریختن. یکی شادمانی شدن در جهان، یان کهان و یان مهان. سیاوش به پیش جهاندار پاک یعنی پدرش بیامد، به بمالید رخ را به خاک. که از تفت آن کور آتش پرست، همه کامی دشمنان کرد پست. دشمنانی که قصد تباهی و نابودی سیاوش رو داشتن عزیزم بهشون براب شد و سیاوش شادمان اومد بیرون. از اونجاست که در این بهرامشی یعنی سه‌شنبه سال رخ میده و چند روز بیشتر به بهار باقی نیست. پادشاه کیکاووس دستور میده که به یمن این پیروزی آبرو عزت و شرف خودش و فرزندش سیاوش فرمان میده که سه روز جشن بگیرن. و میدونیم که سور مهمانیار یعنی میهمانی یعنی جشن. وقتی که هم سیاوش از آتش میاد بیرون، سیاوش را تا در برگرفت زکردار بد پوزش برگرفت. میاورد و رامشگران را بخواند، همه کانها با سیاوش بران. سه روز ماندران نبود بر در گنج. شاهنامه فردوسی چنین میگه. Dans des millions de galaxies, des hommes attendent un jour meilleur et le spectacle continue. Venu du fond de vos mémoires, vous rappelez à l'essentiel. Nous visitons notre présent comme des mutants de temps en temps. Portés par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps. Souffrant de voir tant d'ignorance, parfois se jouent des apparences. Envoyez ces messagers, Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, tout en Camon, Robin des Bois. Chacun son tour conduit la danse. Porté par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps.
cœur, un sentiment de profondeur, un geste vrai de l'intérieur, un appétit de connaissance, un tel bonheur à partager, tenter les mains par la pensée. C'est juste ici et maintenant, c'est juste ici et maintenant, porté par la lumière de ton یکیشو بیاریم این بد خونده یا واقعا یه شعر عربی خوندم نه غلط نیستم من ایرانیم باید به وطنم خدمت کنم خدمتم کردم الانم راحت راحت نشستم هر موقعی باید ما لخت اومدیم به دنیا با کفنم جیب نداره با اینم میریم دیگه اصلا چرا بده بکنیم که این وسط یه فاصله ای رو ما رو زمین مهره بشیم که یه عددی که قلمدو شما باشن از نام ما استفاده کنن نه من هیچ وقت و این من به شما قول میدم یه در دوستان ما هم اشتباه کردن به خودشون رو اعتبار داره هر کی راه خودش رو میره فقط عشق محبت دوستی شعر اینا رو بلدم من آقا بیا آقا شما